بینندگان خوب تلویزیون عصر امروز، به خصوص برنامه چهره ها، جمعه است و در کنار دوست نازنینم خانم زهرا سروش. سلام عرض میکنم خدمت شما پوری جون عزیزم که این برنامه رو مهیا کردین سالیان ساله که ما همراه عزیزان بینندمون در سراسر دنیا باشیم. با تشکر از مریم عزیز در اتاق فرمان، امروز خبرهای خوش داریم براتون و در اول برنامه با حضور دو مهمان عزیز برنامه رو شروع میکنیم که بعد از اون وقت برنامه بره روی روال عادی خودش و مسائل مختلفی که راجع به زندگی میخوایم صحبت کنیم. یکی از مسائلی که پوری جون ما مدت‌های زیادی هست راجع بهش اشاره می‌کنیم و به عنوان یک به اصطلاح نماینده که نه، ولی به عنوان نمونه‌ای که مشاهده می‌کنیم که در مورد جراحی‌های زیادی که به خصوص خانم‌ها دارن انجام میدن، چون می‌دونیم که همه ما طالب زیبایی هستیم، حتی یه بچه کوچیک هم وقتی که زیبایی و زشتی رو نشونش میدی زیبایی رو انتخاب می‌کنه، ولی هر چیزی وقتی به دیس‌هارمونی میرسه و اون حالت عادی خودش رو از دست میده دوباره زشتی رو تحویل ما میده. 100% و زمانی که مثلا ما میبینیم خانومی که در حالا سنای بالاتر قرار داره میخواد خودش رو برگردونه به سن پایین تر، مثل اینه که من کفش و لباس بچگیمو بپوشم، همونقدر کمدی میشه. این نظر شخصی من هستش و اگر ما خوب خودمون بشیم، از درون و برون، چون ما پیر میشیم و از درون و برون میتونیم خودمون رو جوان نگه داریم، اون یک هنره که ما مواظب رفتارمون، اخلاقمون و این مملکت وجودمون باشیم، به خاطری که هر کدوممون فقط یکی از این مملکت ها تحویلمون داده میشه و بقیهش دیگه تصنعیه. وجودمون رو باید مواظبش باشیم، خوراک خوب، دوستان خوب و مثلا. ولی الان میبینیم در دنیای کنونی تجارت و بیزینس و تبلیغات و رسانه ها و خانوم ها به همدیگه گره خورده مسائل و باعث شده که الان ما امروز راجع به این موضوع صحبت کنیم. یکی از عزیزان و دوستان خوبمون که مهمان عزیزی رو هم دعوت کردن، طبق معمول خانم دکتر مرجان آصفی عزیز هستند که ایشون فوق دکترای نانو تکنولوژی رو دارن و در رشته‌های مختلف و استاد دانشگاه. الان سلام عرض می‌کنیم خدمتشون و بعد میریم سراغ مهمان عزیزشون. درود بر شما بانو پوری هاشانجاد عزیز، همینطور بانو سروش عزیز و مریم جان در اتاق فرمان. ممنونی. مرسی از اومدنتون واقعا. خانم دکتر شما خواهش میکنم شما پیشنهاد کردین که این موضوع رو ما راجبش در برنامه چهره ها صحبت کنیم، حالا علتش رو میخواستیم بدونیم و بعدم همراه باشیم با مهمان عزیزتون که کارشون پژوهش و تخصص و جستجو هستش در این مسائل. حتما، چون ما در حال پیشرفت سریع در تکنولوژی هستیم و فکر میکنیم خیلی داریم سریع پیشرفت میکنیم، ولی متاسفانه فعلا هنوز در ابتدای الفبای پیشرفت تکنولوژی هستیم. وقتمون رسیده که سوالاتی که به ذهنمون داریم و باورهایی که داریم گاهم به چالش بکشیم و همه چی رو زود باور نکنیم. به خاطر همین من برام داشتم که از مهمان بسیار عزیزی آقای اسکپتیک عزیز دعوت کنم. اسکپتیک یک کاراکتر مشهور در کلاب هاوس فارسی که با بیان عامیانه، با تفکر نقادانه، خردمندانه به بررسی همه مسائل میپردازه. فعالیت اسکپتیک در حوزه علمی اجتماعی هست و اون با توجه به قالب استدلال و تفکر نقاد میتونه در هر موضوعی به صورت آتا باکس نگاه کنه و صحبت کنه. این کاراکتر عاشق گفتگوه با همه افراد جهان، حاضر به گفتگوه و اونو به یکی از محبوب ترین کاراکترهای تاریخ سوشال میدیای ایران تبدیل کرده فارسی زبان. و شیوه مدیریت روم و گفتگوهای توسط اسکپتیک اونقدر متفاوته که با تماشای رزومه ایشون میتونید با تلویزیون های معروف ایرانی و همینطور با سلبریتی های ایرانی حیرت خواهیم کرد. و با ایشون با عکس آقای جیمز رندی فعالیت میکنن که آقای جیمز رندی هم شعبده بازی بودن که در سالهای انتهایی زندگی خودشون با استفاده از مجله اسکپتیک مگزین به تفکر اسکپتیسیزم و مبارزه با باورهای خرافی و ماوراء طبیعه پرداختن و
و ویژگی ایشون تفکر نقاد، سریع، شوخ، کاریزماتیک، پرحرارت، دانش علمی بسیار بالا و قالب استدلالی صحیح هست. درود بر شما آقای اسکتیک عزیز، بسیار خوش آمد. ما هم خوش آمد میگیم خدمتتون. سلام، خوش آمد میگیم خدمتتون. من زهرا سروش و خانم پوری هوشیار نژاد مدیریت تلویزیون عصر امروز در کنار من هستن و همراهتون هستیم و خوشحالیم که شما رو داریم. بفرمایید. مرسی عزیزم، درود بر شما. سروی بزرگوار، مطمئنید من همون اسکپتیکی هم که ایشون معرفی کرد؟ واقعا ولی من شک دارم ولی ممنونم عزیزم، انشاءالله که بتونیم بار سنگینی که بر دوش ما گذاشتن خانم دکتر رو ما بتونیم انجام بدیم. در خدمتتون هستم عزیزم. خواهش میکنم. در مورد سوشیال مدیا، رسانه ها و جرایی های بیش از حدی که الان در مورد زیبایی انجام میشه در سراسر دنیا، به خصوص برای ما ایرانی ها، میخواستم نظر شما رو هم بدونم و آیا ریشهش رو از کجا میدونید و چرا این کار رو انجام میشه؟ بله بله، ریشهش رو از این سیکیوریتی میاد دیگه. آها. بهتر بشه کلن. آدمی که خودش قبول نداره میگه من اینجوری باشم بعضه اینه که اینجوری که هستم. آها. اینجا نباشم بعضه اینه که اینجا باشه. یه عالم که اینجوری راضی نیست، این شکل کار رو میکنه، آدم ناراضی این کار رو میکنه اساسا. این ناراضی بودن البته الزاما چیز بدی نیست عزیزان. شما اگر ناراضی نباشی وارد استاتوس کو میشید، حرکت نمیکنید، مثل گربه تنبلی گوشه میشید. شما باید همیشه یه موتیویشنال فورسی داشته باشید که به جلو انشاءالله حرکت بکنید. و اگر این موتیویشنال فورس نباشه شما استگنانت و ساکن و فاسد میشید. باید حرکت کرد، اصلا باید حرکت کنه. و این مقداری دیسساتیسفکشن، دیسلایک از خود، عکس العمل یا ابجکتیو هایی که پیش رسیدید عامل حرکت. یکی از این دیسساتیسفکشن ها، دیسلایک، از مقابل آدینس شما خارج هستن، ایران هستن، هم خارج، کلمات خیلی انگلیسی میندازم بعضی وقتا، هم خارج هم ایران، ولی انگلیسی نندازین بهتره، اگرم بندازین اشکالی نداره، ما ترجمهش میکنیم. آرامی که نار گفتم که نارم ناراضی از خود، یکی از چیزهای جنبه هایی که آدم از خودش ناراضیه، چون میده آدم خودش رو به عنوان جسم خارجی میتونه ببینه. درست. دوربین نیست از بیرون خودش، شما جلو آینه میرید در واقع خودتون رو ارزیابی میکنید، در اون ظاهر شماست که میتونه مورد بررسی شما قرار بگیره و بگه من خوشم نمیاد. در واقع عمل زیبایی یعنی از ظاهرم خوشم نمیاد، معنیش همین. و یا اینکه این مثلا میخوام ده بشه، الان از یک تا ده من مثلا هشت میدم، کاشکی که ده بشه، کاشکی میشد یازده بشه، ولی خب ده آخرش. بعد چیکار میکنه؟ آدم یک مقدار نارضایتی داره از خودش. درست. حالا یه اسسمنت واقعی ما داریم که آقای من اینم واقعا با اون معیار اصلی که زیبایی است و تفاوت دارم، یا اینکه ممکن است اسسمنت شما قد باشه، شما هفت باشی بگی من سه هم، اگر اسسمنت هم اشکال داشته باشه باشه، یا فاصله واقعی شما از اون گوله، یا فاصله پرسیوید یا تصور شده شما از اون گوله که شما رو وامی داره به این حرکت ها. تفاوت های کوچک معمولا حرکت ایجاد نمی کنه، ولی تفاوت اگر در حدی بشه که دیگه بسه، نه دیگه نمیتونم تعامل کنم، اون موقع به حرکت میشه. خب چرا ادامه دار میشه؟ مثلا من همیشه میگم که یک نفر از پوست دور چشمش ناراضیه، میره یه عمل کوچیک انجام میده، بعد از اون چرا این اعتیاد به وجود میاد از نظر شما که دوباره میبینه دیسهارمونی شد، حالا یه قسمتی از صورتش جوان شده، به قسمت دیگه‌ای که سن بالاتری داره نمیخوره و دوباره میره اون قسمت رو عمل کنه و میبینیم که یه موجود دیگه‌ای در میاد که آدم خودش هم جلوی آینه خودش رو نمیشناسه دیگه، نه اطرافیانش میشناسن نه خودش رو میشناسه. وگرنه همونجوری که اول برنامه گفتم، زیبایی رو همه ما دوست داریم، تاچ کردن رو دوست داریم، به هر حال آقایون هم به همین شکله، شما دوست دارید آراسته باشید، زیبا باشید، لباس شیک بپوشید، ولی این از کجا میاد؟ آیا پزشکا، متخصصین، رسانه ها هم میتونن اثری داشته باشن؟ بله،
بله بله، معیار زیادی اینجا وجود داره. شما فرمودید که یکی سیریم. بله بچه، مثلا اسسمنت ارزیابیش غلطه. مثلا مایکل جکسون مگه نبود 200 باری احمد دماغ عمل کرده، مثل کنده شد آخر سر، آخر سر قایمش میکرده یا تو ماشه. بله نداشت انگار اس پس عمل ارزیابی غلطه، چون بهترین عمل هم بکن روش چیه بعده، یکی دیگه دو که دیگه پول هم داشته باشی که هیچه. یا ممکنه که به قول چیز میگه اینجا رو درست کرده، به بقیه جاها نمیخوره، خواهد دکتر رو تماس میشه، دکتر خوب باید برفته اگه واقعا نمیخونه به جاهای دیگه بدنش. و یا عمل کردی خوبه، با معیارهای امروز اوکیه، فردا میگه آقا الان اینجوری مد شده، یه روز بود مثلا ابرو باید اینجوری وحشی میشد، حالا باید ابرو اصلا اونجوری بشه. خب بسته به مد زمان هم باز تغییر میکنه، این عوامل متعددی هست. ولی اجازه بدید که من بگم که بیشترینش همون سیری ناپذیری فرده، اون در واقع سلف ایمیجی که شما دارید، یه سلف ایمیجی داره، میری جلو آینه وای میسی یه چیزی میبینی دیگه. خب ولی اون پرسپشنش، اون سلف پرسپشن که اون چیزی که میبینی گاهی اوقات متفاوته با واقعیت. مثلا احتمالا شما سندروم های مختلفی رو برای من انورکسیا نروزا شنیدی، اینا که لاغر استخونی میشن از اون تو پوست استخونه، اینا رو از اون گرش بپرسید شما هیکل چجوری، میگن ما چاقی. باورتون میشه؟ بله 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 بله. یه تو که داری میمیری که میگه نه من اینجا رو این چهر بیرون نگاه اینجا زیاد همش ذهنیت تصور شما گفتم perceived perception، این اون چیزی که شما حس میکنید با اون استانداردی که دارید، لازمه که واقعا بدن تو فیت باشه، همین که فکر کنید فیت نیست یا فیت هست دفاعت میکنه. مردان از اون بره بوم افتادن، دیدی شکم گنده اصلا این خیالشون هم نیست، اصلا خیلی اهمیت نداره برای مردان، انگار که پرسپشنشون خیلی متفاوت و از اون بره بوم میفتن. پرسپشن بسیار اهمیت داره و این سیری ناپذیری وزیری اینه که مشکل عمده پلاستیک سرجن ها دقیقا نمیده که باید بعضی از مریض ها که بهش میگن باری ایمیج دیسمورفیا، یک بیماری که در ESM-5 هم وجود داره دیسمورفیا بهش میگن باری ایمیج دیسمورفیا، اینا آقا اینا از راضی نیست، هر کاریشون هم بکنیم میگه من زشتم، اینجا مشکل داره اونجا چی داره، نمیتوان این افراد رو متقاعد کرد مثل هر دیلوژن دیگری، هر توهم دیگری، هر اشکال در تصویر ذهنی دیگری، نمیتوان با گفتگو اینها رو درست کرد. خب ببخشین من یه سوالی از شما دارم و اون اینه که خیلی از دکتران عزیز ما که جراح هستن خب به هر تقیه به خاطر ممر درآمدشون تبلیغات زیادی میکنن و خودشون هم میدونن شخصی که داره میاد زیر دستش بعد از 100 بار عمل جراحی وقتی که عمل جراحی روش انجام بشه بدتر میشه، ولی بهش نوید میده، نویدای خیلی خوب میده، زیباتر میشی، قشنگتر میشی، 10 سال جوانتر میشی، یک مقدارم از اون بر ما مشکل داریم. خب حالا من رو دیگه وارد این بازی نکنید دیگه، بعد میگن که اونم لابد میگن زندگی خرج داره دیگه، چی بگم آخه چه جوابی بدم به شما؟ نه درسته، ولی خب واقعیت اینه که پزشکی هم یه کمی راه خودش رو تغییر داده، معنایی که در قبل داشته عزباب این کار به پزشکی نداره، این کار به پرکتیشنرهای پزشکی داره، مثل هر رشته دیگه ما یه علمی داریم، ما یه چیز داریم ساینس داریم بنام میدیسین که یک دستاورد مقدس انسانیست. بله یک دستاورد مقدس بشره که با پیشرفت‌های هر روزش واقعا اگر چیزی در من به تقدس اعتقاد ندارم، ولی اگر چیزی رو باید مقدس بدانیم ساینس که بزرگترین دستاورد بشره. بعد افراد مثل هر افراد انسان، هر انسانی خودخواه، هر انسانی از جمله حضرت عالی یا بنده بلد. همه خودخواهیم، همه دنبال منافع هستیم، همه چیت میکنیم، همه بدی داریم، همه پلیدی داریم و بسته به شرایطمون همین به جوری ماکیاولیست هستیم و فن منافع خودمون در نظره و به خاطر همین همه انسان ها در شرایط مناسب
کار چیت میکنن و از معیارها دیویت میکنن. بنابراین اگر شما یه پرکتیشنر میبینید دیویت کرده، اون در واقع تخلف حرفه‌ای است که سعی میکنن با پروفشنال اتیکس اینو به حد اقل برسونن. شما اخلاق حرفه‌ای، شما وقتی به شما آموزش میدن در اون رشته خاصتون، انتظار از شما میده که از گایدلاین اخلاقی سرباز نزنید، ولی خب انسان دیگه بله. اگه کسی نگاش نکنه کلک میزنه. حالا پس با تمام مجموعه صحبتایی که شما میفرمایید، راه حل چیه و چرا اصلا این بحث شروع شد امروز؟ آن راه حل چیکار کنیم دیگه؟ این زن رو میگم بکشم بلم کن دیگه خب همینه. ولی اون چی که من خودم تجربه دارم و خوندم راجع به این قضیه و به عنوان یک زن میدونم که معنای زندگی اگر کم بشه از این طرفی، اگر من معنای زندگی رو متوجه باشم که حالا شخصا در یاری رساندن، کمک به دیگران و مسائلی بالاتر از این مسائل سطحی هست، حالم بهتره و کمتر رجوع میکنم به این مسائل و این مسائلم بهش توجه میکنم در حد زیباییش، در حد اهمیتش، ولی آنچنان بیمارگونه بهش وصل نمیشم به خاطر اینکه معنای بهتری در زندگی پیدا کردم. ولی وقتی سلف استیم و اعتماد به نفس آدم میاد پایین و خودشو در یک باکس به جز زیبایی چیزی باکس دیگه ای نمیبینه و جاده دیگه، به هر حال همونجا تلاش میکنه. ببینین هر چقدر هم که من تلاش کنم یا شما تلاش کنید، مثل یک جوان 25 ساله نخواهیم شد. بنابراین تلاشمون مذبوحانه میشه، اینه که از درون ضعیف و ضعیفتر و شکسته تر میشیم و از بیرون هم مثل یک دیواری که آب زده خرابش کرده، کاهگلش و آجرش و سیمانش و من همجوری این رنگ روش میزنم و دوباره خراب میشه. اینا یه چیزای آویس و مشخصیه که هستش. حالا این که در موردش صحبت میکنیم به خاطر اینه که همه ما به عنوان یک خانم، به عنوان یک آقا بدونیم که زیبایی اهمیت داره، سلامتی اهمیت داره. اگر من متوجه بدنم نباشم، وقتی که بزرگتر شدم، وقتی سنم رفت بالا، ماهیچه منم کمکم نمیکنه، چون میگه به من توجه نکردی. اینا خیلی کاتگوریش فرق میکنه تا اون مایکل جکسونی که شما فرمودین. بنابراین کیس بای کیس به قول آمریکایی‌ها متفاوته و دلایل درونی و برونی داره. اینطور که شما فرمودین. ببخشید. چقدر زیبا گفتین بانو سروش عزیز. این مطلب رو. ولی موضوع اصلی ما که امروز این موضوع رو خواستیم عنوان کنیم این بود که ما اگه میخوایم به دنبال برابری زن و مرد هستیم، یکم هم رفتارهای برابرگونه رو یاد بگیریم، یعنی یکم تفکر بیاموزیم. ما نمیخوام بگم اکثر خانمهایی که من حالا باهاشون در ارتباط هستم میبینم فقط ظاهری هم سطحی هم، اصلا تفکر درست رو بلد نیستن یا فقط فکر پوشش و فقط فکر جراحی ها و اینها هستن. این خب خیلی مسئله داره. و در مورد سن، من اون روز یک کلیپ خیلی جالب دیدم که تا 20 سالگی ما تازه در یادگیری هستیم. از 20 سالگی تا 40 سالگی در دوره هستیم که این تجربیات رو بخواییم جمع کنیم. از 40 تا 60 در زمینی هستیم که مثلا بخواییم تمام این داده ها رو جمع آوری کنیم. از 60 به بالا هست که ما به خردمندی میرسیم تازه. یعنی اگه بخوایم این تفکر رو بیاموزیم، یاد بگیریم که سن فقط یک عدده و واقعیت خودمون رو قبول کنیم، یعنی اون خود واقعیمون رو بیاریم به سطح خودمون ایدئال نزدیک کنیم و یاد بگیریم که هر چیزی رو که دور برمون میبینیم قبول نکنیم، به نظرم خیلی هم مشکلات هم میشه. همینطوره. به هر حال ممنونیم از شرکتتون در این برنامه. اگر صحبت‌های پایانی دارین بفرمایید که ما مرخص بشیم از خدمت. بله بله، من به نظرم میرسه که این مسئله واقعا این سادگی که شما خلاصه کردید نیست در بله. آخر و بسیار جای باز کردن این قضیه داره. ببینید، نیاز انسان به دوست داشته شدن و نیاز خانم‌ها به دوست داشته شدن و خواسته شدن
نیازی است که نمیتونید صرف نظر بکنید. اینا جز خواسته نیست، اینا نیاز. تفاوت خواسته و نیاز هم احتمالا میدونید چیه. بله. نیاز در هرم مزلو رو اگه نابکنید، نیاز به دوست داشته شدن یکی از نیاز هاست. اگه شما نداشته باشید، اگه نمیتونید دیگران رو دوست داشته باشید، باید دوست داشته باشید که بتونید گرد شده. و این نیاز دیگری هم زنان دارن که مردان هم دارن، ولی یه کمی بیشتره در زنان. نیاز به خواسته شدنه. درست. خواهان زن خواهد است. و اینا رو اگر به نظر میسید زمان برنامه‌تون این چیزی متوجهم کمه مقدر به برنامه بله بله. ولی خیلی من فکر میکنم که علت اصلی این قضیه اینه که باید به این پرداخته میشه. انشالله در برنامه های بعدی در خدمت شما خواهیم بود. ممنونم از حضورتون خانم دکتر مرجان آصفی عزیز. اگر صحبتی دارین. بسیار سپاسگزارم از شما، همچون بانو پوری هوشیار نژاد عزیز، آقای اسکتیک عزیز و مریم جان در اتاق فرمان. مرسی که امروز ما رو داشتید. خواهش میکنم. مرسی. خیلی خوشحال شدیم. ممنونم. سپاسگزارم. روز به شبتون خوش. شبتون بخیر. وقتتون بخیر. خدا نگهدار. بله. اتفاقا یک سابجکت جالبی بود. میدونید؟ بله بله. من اتفاقا دو سه شب پیشتر جایی بودم و داشتیم یه بحثی شده بود در مورد جوانهای ایران و در مورد فقر طبقاتی و فقر فرهنگی. درسته. من گفتم که فقر طبقاتی الان خب خیلی زیاد شده، خیلی، به خصوص در جوانها، ولی فرق فرهنگی تا یه حدی برای خودش پیشرفت کرده. درسته. یعنی از اون حالت قدیم آمده بیرون. به این دلیل اتفاقا من همین مثال زدم که خیلی از خانومهای ما، جوانهای ما که من در اینستاگرام یا در فیسبوک یا در جاهای دیگه که میبینم با لب و لوچه های عمل شده و با گونه های وحشتناکی که گذاشتن، با ابروهایی که درست کردن و با باسنهای عجیب و غریبی که بهش فرم دادن. خب اینا رو پول جراحیه اینا. بله. باید میدونین جراح چقدر پول میگیره تا بتونه یک همچین ترکیبی رو به بازار ارائه بده. ولی همین شخص من میبینم میاد بر علیه رژیمی که داره تو اونجا زندگی میکنه شعار میده. در حقیقت یک شعار سیاسی از خودش مطرح میکنه. خب این جای شکرشه. یعنی من حداقل این قسمتشو به خوبی، یعنی به فال نیک میگیرم. میگم اگر این دختر خانم یک همچین کارایی رم کرده، در کنارش هم مرامی برای خودش داره. میدونی؟ درست. اینا هست، این ضد و نقیضا الان متاسفانه وجود داره. بله. ولی اینی که دارم به شما میگم دختر جوان بوده، ولی وای به حال خانم هایی که در سنهای خیلی بالا. بله. که از خود ناراضی هستن و میخوان رضایت دیگران رو جلب کنن به شکل‌های مختلف، اونجا جای اشکال وجود داره. درسته. امیدواریم که علم اونقدر پیشرفت بکنه پوری جون که طول عمر بشر زیاد بشه، زیبایی ها اونقدر زیبا زیاد بشه. و همونطوری که ایشون فرمودن، کارشناس برنامه، اینه که به صورت نیاز هست، ولی این نیاز حتی نیاز به آب خوردن، نیاز به غذا خوردن، نیاز به هر چیزی که نیاز ماست، اگر بیش از حد بشه به بیماری تبدیل شده. بشه تکرار یک کار وقتی که انجام بشه. ببینیم مثلا ما غذا رو میذاریم تو مایکروویو و تنظیمش میکنیم که یه دقیقه دو دقیقه گرم بشه، ولی اگر بیش از حد بذاریمش خب میسوزه دیگه. دقیقا. هر چیزی همینطوره. وقتی که ما اوردر یه چیزی رو مغزمون میده، وقتی که تکرار بشه و هی زیاد و زیادتر بشه، به شکل بیماری در میاد و درد سر میسازه. بریم دقیقا. سراغ صادق بوقی که این روزها حتی بچه های همکاران عزیزمون هم دارن داشتن میخوندن و خیلی خیلی طرفدار پیدا کرده و جوانای تو ایران هم خیلی خیلی همراهی کردن باشه. تکه ای رو ما انتخاب کردیم که شاد بشیم و برگردیم سر برنامه. چه نشم که بودم مثل لعنه ای تو من گیری کشی لعنه کی غصم خرمه رو کشی لعنه ای روزی تن برو باز من با جماعتی خلق بوشه با جیر کمن
میگم یزیدی کافر بشه یه انزنی میگن با خاور اگه دینی رشدیم اگه دینی رشدیم خیلیم مشتیم تاکسی برگشتیم بودو بودو بریم شمال ببرم یه جای بحال و شهرش بحال او 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 قدم بزنیم شهرداری میده حال بهم میبینم تو هم به هم استاری تو رو از افتاسمون چی دمه تی مهرمون بس بکن یه لطفی بهم عزیزم پیشم بمون ای عزیز خیلی میخوامت بیشتر از این دل و جون الهی نباشه هیچ وقتی جدایی بینمون خیلی قشنگ بود سروشتان دست در نکنه شاده. میگم ما شمولیا سرفراز از آب در اومدی چون اون زمانهای باور کنی مثلا 40-50 سال پیشتر در ایران معمولا آهنگای شمالی اینقدر در ایران رونق نداشت واقعا چون متوجه نمی شده ولی الان دیگه اینترنشنال شده اصلا و از این بابت خیلی خوشحالیم و تبریکی داریم برای اهالی استان گیلان واقعا یه خانم دکتری هستش خانم دکتر چرف که مال نیویورک خوشبختانه ایرانی زیبا موفق و فوق تخصص در رشته کانسر هستن که کارشون ریسرچ هستش و ریسرچ های زیادی میکنن توضیح قشنگی رو راجع به همه بیماری ها دادن که حالا من این قسمتشو نیبردم ولی یکی دیگه از فیلماشون هستش چرا راجع به تورم اتفاقا ایشون فکر کنم دارن سوال میکنن که در مورد تورم که باعث و بانی همه بیماری ها هستش البته بدم نیست به خاطر اینکه تورم زمانی به وجود میاد در بدن ما که یا یه شیء خارجی وارد میشه یا از داخل یه چیزی به وجود میاد که این غدد یا اینکه غدد دفاعی ترشح میکنن و کلا دیفنس بدن میاد حمله میکنه به اون شیء خارجی یا درونی و باعث تورم میشه تورم باعث درد میشه و خود تورم باعث بیماری‌های مختلف و جمله کانسر میشه ایشون توصیه‌های بسیار قشنگی همیشه دارن برای پیشگیری و اینکه هر بیماری حتی سرماخوردگی تب همش از تورمه حالا ما چه کار بکنیم که این تورم رو در بدنمون کم بکنیم ایشون توضیح زیاد دارن که البته خودشون صبحانه یه پودری رو درست میکنن برای خودشون که میخک دیگه چی بود جینجر زردچوبه است و یه دو تا چیز دیگه خلاصه قاطی میکنه و تو نمکدونش ریخته هر روز تو کافیش میریزه میخوره یا تو آب میریزه به صورت خیلی اون قسمتش هم حالا یه روزی میارم که ببینین ولی بریم صحبت های قشنگ و مفیدشون رو بشنویم و برگردیم راجع به جینجر و موم هم میخوام صحبت کنم بسیار عالی سلام دوستان مهمترین عامل سرطان میدونین چیه؟ دخانیات؟ مشروبات الکلی، چاقی، در معرض نور خورشید بودن، هرچند همه اینها ریسک شما را افزایش میده، ولی تمام این موارد یک عامل مشترک دارن. اون هم التهاب هستش. التهاب مزمن یعنی التهابی که طولانی مدت تو بدن شما باقی بمونه، ریسک شما برای بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت، سرطان و حتی آلزایمر رو افزایش میده. چطور میتونیم التهاب رو در بدنمون کاهش بدیم؟ تغذیه و ورزش. مواردی که التهاب رو در بدن افزایش میدن گوشت قرمز، دخانیات، مشروبات الکلی، قند، عدم تحرک و غذاهای حاوی امگا 6 بالا هستن مثل غذاهای فوق فرآوری شده، روغن ذرت و روغن آفتابگردون. مواردی که التهاب رو در بدن شما کاهش میدن از همه مهمتر سبزیجات هستش به دلیل داشتن فیتونوتریئنت، آنتی اکسیدان و فیبر. و بعد غذاهای حاوی امگا 3 بالا مثل ماهی، تخم مرغ، تخم کتان، گردو، روغن زیتون، روغن کانولا و ورزش کردن. پس هر وعده غذایی شما باید بشقاب شما 2/3 حاوی سبزیجات باشه و 1/3 پروتئین های گوشتی یا غیر گوشتی. بسیار عالی خلاصه این هم از همچین زنهایی ایرونی موفق واقعا و دلسوز برای جامعه ایرونی واقعا ممنونیم
خدا رو شکر. پوری جون، من یکی از همکارانم توی کلینیک پزشکی یه خانم اسپانیش هست که جاتون خالی بیاین ماساژ بگیرین شما. خیلی خوب ماساژ میده. شما بیاین حتما، هر کدوم نزدیک هستین حتما این امتحانو بکنین که چقدر بدن آدم ریلکس میشه. چقدر بعد موهای خوبی داره. بعد من ازش همیشه توی این مسائل میپرسم، گفتم چه کار میکنی؟ گفت من جینجر رو خورد میکنم، رنده میکنم، حالا به هر وسیله آبشو میگیرم و میرزم توی شامپو با میشوره و ماساژ میدم کف سرم و اون تحریک میکنه و موام براق میشه. بعد موهاش رنگ شده است؟ موهاش مشکیه، ولی رنگ شدن باشه جینجر رنگ رو نمیبره. اشکال نداره. نه براق میکنه. چرا؟ چون اولا کثیفی های مو رو تماما میگیره، رنگ های اضافیش رو میگیره، دریچه ها رو میبنده. دریچه های مو رو وقتی دریچه مو بسته میشه، مثل ماهی که فلسش بسته میشه براق میشه، مو هم براق میشه و در ضمن برای رشد مو میگفت خوبه. چون هر چیزی که سرکولیشن خون رو زیاد کنه و به اصطلاح جریان خون زیر پوست ما زیاد بشه، خب به فولیکولامون بیشتر خون میرسه. خب سن و سال که میره بالا، جریان خون ضعیف و ضعیف‌تر میشه. بعد این خب قبلا سیر رو میگفتن، سیر البته بو داره دیگه. ما کنار هر کی بخوایم بخوابیم، نوامون رو بغل کنیم، بچه اصلا دیگه ما دوست نداریم. ولی این جینجر یه چیزیه که کمک میکنه. فکر کنم خانم، داشتم با مریم و دوستشون صحبت میکردم، تو صبحانه جینجر هم بعضیا میریزن، پودر جینجر قاطی نشه با موها. این تموم شد، مو تموم شد، حالا بریم توی صبحانه. آره، دارچین بود، بنویسین پودر دارچین، زردچوبه، زعفران. میخک میگن خیلی خوبه برای ضد تورم. گل میخک دیگه، درسته؟ میخک خودش میخکه، شکل کوچولوئه. آره، مثل میخه، واقعا میخه چند طرف هست، یه گیاه سفتیه ریشه. بعد این میخک یعنی منظور گل میخکه دیگه. نه مثل ادویه است. آها، بهش میگن میخک. آره، اسمش میخکه. حالا چیزشو دارم بذارین، اگر مریم جون بتونه پیداش کنه میخکو نشون بدیم. حتما همه میدونن چیه، برای دندون درد که دیگه حتی باورتون نمیشه دندون پزشکا میگن. میگن که هر وقت دندونتون درد گرفت میخک استفاده کنه. از کجا باید تهیه کرد؟ هم گفتن عطاری یا فروشگاه های ایرانی. فقط ایرانی؟ نه آمازون داره. اوکی، اگه میخواین آمازون تهیه کنین اسپلینگش رو بنویسین CLOVES CLOVES، حالا هر جور که تلفظش بکنین CLOVES کلوبز. میتونید من آمازون میخرم، مقدار بیشتریشو ارزون تر میتونم بخرم، ولی از فروشگاه بسته بندیاشون کوچیکه. سرلی برای ضد تورم خوبه، برای دندون درد خوبه. دیگه بگو خانم. میشه تو آبم ریخت و خورد. لای برنج وا انقدر خوشمزه میشه با برگ بو. وا چقدر عالی. لای برنج برای چی بریزین؟ مثل ادویه‌های دیگه. میگن یه دو تاشو بریزین توی برنجتون مثل برگ بو. آها، برگ بو تفت بدیم. بله همینه، بله رو تصویر داریم میبینیمش. میخک و خیلی پوری جون خاصیت های زیادی برای البته. ولی کجا هست این ادویه؟ ولی مال خاورمیانه باید باشه، هند و اصولا مال هند و خاورمیانه باید باشه، ولی ریشهشو نخوندم ماله. ولی وقتی می نویسیم که چه خاصیت هایی داره روی اینترنت، اینقدر خاصیت برای این اومد و دیدم که علاوه بر هندی ها، علاوه بر عرب ها، چقدر در آمریکا داره معروف میشه. مثل انار بود که این مدت اصلا نمیشناختم. حتما هولفودینا هم دارن مطمئنم. آره اسم انگلیسی شد، ولی خب روغنش هم هست. بله، روغنش هم هست برای ماساژ دادن، برای ماساژ دادن کف سر اینا. میشه باش غذا پخت؟ نمیدونم، ولی ایشون میگن شاید بشه. خب متخصصمون اینجا نشسته برای تنگ نفس. اصلا میخک رو بخورین دیگه. اصلا این آریاناز ما
مجموعه ای از همه چی هست. آره آره مشاله، من میترسم راجب چیز واقعا نمیدونم، فقط میدونم که خیلی راجبش من خوندم. ماریانا جان که خوبه، میخک و پس دوباره بگیم، میخک، دارچین، زردچوبه، حالا ایشون میگن زعفران قاطی کنید خیلی خوبه، این پودرا رو قاطی بکنید، جینجر، پودر جینجر توی نمکدون صبح صبح تو چایتون، تو آب جوشتون بریزین و بخورید. میگفت هیچ وقت تورم نمیگیره بدنتون، تورم ازش میبره بیرون. حالا برای مو هم که گفتیم خوبه دیگه، عناب هم اضافه کنید. عناب اضافه کنی؟ عناب نه، کسی که بخوره خب عناب بخوریم، کسی که ریزش مو و کسی که دیابت داره آن عناب برای دیابت و کانسر و ریزش مو. بله کلن هرچی تو عطاریا هست کمش خوبه، دمنوش خوبه. آره واقعا دمنوش خوبه دیگه. بعد من یه چیز دیگه هم که تازگی یاد گرفتم، حالا دوباره بگیم، CACAO کاکائو، نه COCO. COCO توش پر شوگره و میریزن توی کافی و اینا، نه. ولی اینی که میگم پودر تلخ کاکائوه که من از چیز میگیرم، ترده جز، بعد تو کافی چیز میگم قاشق چای خورشو میریزم، هم خوشمزه میشه، هم میگم برای جوانسازی خوبه. آره سلولا رو از درون جوان میکنه. یه روز که ماشالله خیلی خیلی مرسی. به نظر جوانتر از سن نشون میاد. ببین قربونتون برم. یه آره دو هفته یه من شروع کردم. خب بس برای همینه شروع شد. آره کاکائو یعنی CACA، بعد لسیان من به خدا شروع کردم. خب اون همیشه از درون برونم لسیه. صورتم رو با شامپو بچه میشورم آریانا جان، شب به شب، چون خونسای دیگه، شامپو بچه خونساست دیگه، اذیتم. با شامپو بچه میشورمش، بعد که صورتم رو شستم اون وقت یه قطره سرم خاویار لسیه، یه قطره هم روغن بادوم. روغن بادوم چربی و تراوت و رطوبت و همه رو به پوستم میده، به اپیدرمم. لسین هم که میره زیر کلاژن سازی میکنه، دوتاش با هم حالتو جا میده. مرسی. خب بعد از این مطالب قشنگی که شما فرمودید برناز عزیزمون، البته نیومدن در برنامه ولی در کنار ما نشستن، قوت قلبه، خواهش میکنم، بهتره که یک مقدار در مورد آقای حمید سعیدی، هنرمند به ناممون واقعا، که ایشون جزء موزیسین‌های بسیار تاپ هستن و یک گروهی هستن به نام اوپیوم مون که الان سه باره در گرمی شرکت کردن و جایزه این گروه به خاطر آلبومی که بیرون دادن جایزه گرفتن و چقدر باعث خوشحالی ماست که ما ایرانیا واقعا که به این درجه رسیدیم، که چون میدونید سنتور از اون سازای فوق‌العاده زیبایی که من دوست دارم، درست. سازای اصیل ایرانیا واقعا، و ایشون هم بسیار زیباست در کارشون، بی نظیر. وقتی سنتور میزنن انگار با شما دارن صحبت میکنن. درسته. و جای بسیار خوشحالیه و تبریک بسیاری براشون داریم و به خصوص برای گروهشون. و این گروه آلبومشون اصلا نوازندگیشون به شکلی که فقط در مورد صلح، عشق، محبت صحبت میشه، یعنی موزیک انجام میشه. و در این گروه هم اسرائیلی دارن، هم کانادایی دارن، هم آمریکایی دارن، هم ایرانی دارن، ادغامی از خیلی از ممالک هستن. بله. این که بتونن از طریق موزیکشون صلح رو به جهان نشون بدن. به به، ایشون کاراکتر جالبی هم دارن. بله. خیلی دان تو ارد، خیلی مهربان، خیلی خوش برخورد و باعث افتخار. در ضمن یک شنبه هم کانسرت دارن، اگر بله این تصویر زیباشونه واقعا، چهار نفر با هم همکاری دارن که یکی سنتور میزنه که آقای سعید حمید سعیدی هستن ببخشین، و بله. بقیه هم یکی گیتار میزنه، دف میزنن و بسیار بسیار زیباست. حتما.
و یک شنبه هم کنسرتی دارن. بله بله. ساعت 6:30 انشالله که بتونیم بریم ببینیم. دقیقاً. اگر دوستانی کسی اگر علاقه مند هستن میتونن تیکتشو فراهم بکنن و تشریف ببرن به کنسرتش. خب شما؟ بله، من یه ویدئوی به اصطلاح رقص و پایکوبیه که مربوط به اصفهانه، درسته مریم جون؟ معرفی اصفهان با زبان طنز اصفهانی دیگه. حالا که از شمالی گفتیم از اصفهان آو رو گذاشتن شمالی، حالا ما هم یه کاری بکنیم اصفهانی ها. بریم ببینیم که این آقای اصفهانی چطوری با شعر طنزگونه‌ای که به وجود آوردن میتونن اصفهان رو در موردش بگن. البته کمی هم طنزش غم‌انگیزه به خاطر اینکه گذشته اصفهان رو با حالش، زاینده رود گذشته و حالش رو یکم مقایسه میشه که خب غم‌انگیز هم هست واقعا وضع ایران در حال کنونی. به اتفاق اصفهان زندگی میکنیم، ما تو اصفهان زندگی میکنیم. اگه اومدین شهری اصفهان، اول بیان یه سر بزنین کجا میدونی نقش جهان. ما تو اصفهان زندگی میکنیم، سه تا کاخ داریم ما تو شهرمون. میتونین بیان یه سر بزنین به کاخ هشت بهش عالی خواب و چل ستون. ما تو اصفهان زندگی میکنیم، جای دیدنی اینجا فراوونه. میتونین بیان لبی خاجو ولی شهرمنده خشک رودخونه. ما تو اصفهان زندگی میکنیم، معروف به آدرسی سرراسیم. از هر بری آدرس بده این میرسیم به چارباغی عباسی. ما تو اصفهان زندگی میکنیم، یه جا دیدنی دیگه رو میگم بدون. میتونین برین سمتی آتیشگاه یه سر بزنین به منار جنبون. ما تو اصفهان زندگی میکنیم، جمعه و میریم کوسافه، ولی انقدر هوا آلوده که اونجا میفتیم به صفه. ما تو اصفهان زندگی میکنیم، راستی بذار تا بگم یه چیز. من چیز من بچو اصفهان همه عاشقی، کدی 0913. ما تو اصفهان زندگی میکنیم، همه عاشقی تیمی سپاهان، تیمی که خیلی افتخار داره کلی کشور ایران. ما تو اصفهان زندگی میکنیم، کلی جای دیدنی دیگه هم داریم. همشو نمیشه توی شعر گفت، شهر که نیست، ما یه کشور داریم. نمت خوشوی. خب بسیار عالی. در ضمن یه بریک کوچولی هم برای ما بود که بتونیم یه گوای خودمونی هم با هم بزنیم. آره راجب اسپانیا شده خصاصتشون. نگو دیگه. بعد گفتم نه من که خصیص نیستم، تو خانوادمون هم نیست، ولی داریم اقتصادی تو اصفهان. اونم به خاطر اینکه اگه به تاریخشون برین، اصفهان و یزد و شهرهای سنتی کلا چون حمله مغولا رو داشتن، حمله زیاد بهشون شده، برای همین خب مجبور بودن که از نظر اقتصادی خودشون رو تیکر کنن. برای این موضوع بوده، ولی واقعا به خصوص نسل جدید الان لزومی نداره که خصیص باشن. در مورد خوراکای خوشمزه بریونشون بگم، من اینقدر راحت آشپزی رو میگم چون اصلا نه اندازه میگم نه چی و چقدر بریزی نه بلدم. خوبه اتفاقا دیگه، هم اونه که طبع آشپزی دارن، آشپزی بلدن. آشپزی خوب اینه که با پیمونه کار نکنه. با پیمونه کار نه، آره با چشم. آره. در مورد یکی از همکاران عزیزمون که امروز اینجا تشریف دارن، در مورد خورش ماس اصفهان گفتم من سری میتونم یاد بدم. تا نشنیدم خورش آش ماس رو شنیدم، ولی خورش ماس رو نشنیدم. خورش ماس یه نوع دسره به قول فرمایش ایشون، دسره که حالا فکرشو بکن، گوشت رو باید بپزین، گوشت گردن رو معروفه که گوشت گردن گوسفند رو میپزین، بعد میکوبینش، بعد این هی کش میاد چون گوشت گردنه دیگه، همینجوری که میکوبن یه طرف دیگه ماست کیسه گرفته میگن چکیده. آفری، ماست چکیده یعنی ماست غلیظی که تو کیسه مونده، آب نداره، ماست چکیده رو با زعفرون و شکر قاطی میکنن. حالا برید روی یوتیوب بزنید بهتون یاد میده، ولی من اینجوری درست میکنم. ماست چکیده، زعفرون زیاد و شکر، بعد همینجوری به این گوشت اضافه میکنیم و میکوبیمش. پوری جون عجب مجنونی میشه، کش میاد
و پره، مثل حلیمه در حقیقت، مثل حلیم. بعد کش میاد، مثل حلیم میشه تو عروسی ها و مهمونی های بزرگ و رستوران های آنچنانی مجلسیه. بعد روشم کره و چیز میریزن، روغن حیوانی و بعد حلال بادوم و زعفرون، خلال بادوم زعفرون میریزن روی این کاسه، کاسه میذارن تو رستوران های خیلی فانتزیان چنان. ولی رفی درست بکنه عزیزم، فایده نداره این مدلی. آره میگه درم ما بفتاد. خیلی هم خاصیت داره دیگه، پروتئین داره، بعد ماست که میدونین دیگه خاصیتاشو میدونین، زعفرون آرامش داره. آره فوق العاده است، یه ذره سخت نیست ولی سختم نه، اینجور که من میگم اصلا سخت نیست. خب یه دفعه درست کن. ببین گوشت رو نمیخواد بکوبیم، برسیم توی همین مخلوط کنا، ما بالاخره گریت میندازیم که اینو درستش کنیم. آره یه روز درست کنم، اگه خوب شد میارم، اگه خراب شد میذارم و میام دیگه، از این کارا من زیاد. چرا خراب بشه؟ آره ولی ببین مواد اولیه خوبه دیگه، خلال بادومه، بعد زعفرون زیاده، شکره و گوشت. این همه زعفرون و گوشت، این همه زعفرون و گوشت کجا ما خصیصیم؟ راست میگه قضامونه. آره میگن مزه شیرینه، مزه شیرینه، دسر دیگه، دسر پروتئینیه، فوق العاده است که فقط اصفهان و بریون. حالا برنم یه چیزی شبیه حلیم یا شبیه تقریبا چی میگن دسرای خودمون که میذاریم سر میز، شیرینه ولی اون توش بادمجون داره، این توش گوشت داره، شیرینه. آره پروتئینه، آره پروتئین شیرینه، فوق العاده است، فوق العاده است که جاتون خالی دیگه. خب دیگه چی داریم نشون بدیم؟ هیچی نداریم؟ ما حرف بزنیم؟ آره بس قبل از اینکه چیزی رو نشون بدن، کلیپی رو نشون بدن، باز من میخواستم راجع به یکی از هنرمندوی خیلی خوب ما، یک پسر جوانیه واقعا و مدت زیادی نیست که به آمریکا اومدن، بیشترشون در اروپا زندگی میکردن، ایشون نقاشن و کارهای طراحی انجام میدن، تازه به نام آقای مهدی بقائیان. ایشون آمدن یک ابتکار خیلی قشنگی دادن، یک کاری رو درست کردن به نام مهم نگاه توست، مهم نگاه توست، و میرن با افراد برگزیده، هنرمندا، افرادی که در سوشال میدیا اینا هستن، با اینا گفتگو میکنن و نظر اینا رو در مورد نگاه توست چی میتونه باشه، بح بح. و هر کس یک آیدیایی برای خودش میده. و بسیار زیبا، چون کلیپ های مختلفشون رو دیدم و ایشون از این کلیپ ها میخوان برای خودشون یک چجوری بگم، یه رزومه بسیار قوی و یه کار بسیار خوبی رو درست بکنن. anyway اگر هر کسی که نگاه زیبایی میتونه برای آینده داشته باشه، به نظر من باید با آقای مهدی بقائیان در ارتباط باشه. مهدی بقائیان رو اگر سرچ بکنین میتونه رو یوتیوب هم پیداش کنین، در اینستاگرام اگر بزنین قشنگ میاد بالا و تمام رزومه شون خواهید دید. ما یه فیلمی رو دفعه پیشم پخش کردیم که راجع به خیلی آسونه، یه ورزش بسیار آسون در هواپیما، در منزل، دیگه همه جا میتونید استفاده بکنید ازش، و میگه جلوگیری از سکته های مغزی و قلبی میکنه که خیلی هم خوبه میبینیم. ولی قبل از اون بذار به خانم پوری جونم بگم گوشواره‌اش خیلی قشنگه، گوشواره‌اش خیلی حالت زیرخاکیه، خیلی زیبا داره. باید این گوشواره رو نشون بدم، چون این گوشواره کار سمیرا دختر دوست نازنینم، برای این نگفتم هستش که یکی از آیتمایی که در بین گوشواره هاشون بود و من انتخابش کردم و خودشم گفت من اینو خیلی دوست دارم و این هدیه ای از طرف سمیرای عزیزم. کارای تلامون آب تلا هستش، خیلی ظریف و خیلی قشنگه، فیروزه و سنگ های آبی رنگ، خیلی قشنگه، سنگ های آبی رنگ، خیلی زیبا و قشنگه و با هر لباسی هم مچ میشه، مخصوصا برای ایام تابستون که الان میره با رنگای روشن، یه زیبایی خاصی اصلا به لباس میده. حتما انشالله، من دارم فکر میکنم همجوری که پوری جون صحبت میکنه که یه نمایشگاه از جولری های پوری جون یه روز را بندازیم، همون بریم تماشا کنیم، ولی پشت شیشه چون نمیفروشه هیچیشو. نه واقعا مال سمیرا که ما نگرشون میداریم میفروشیم، ولی مال ایشون باور کن خیلی خوبم نگرشون. شما اگر
باور کنین مثلا مال 40 سال پیشم بیارم بهتون نشون بدم، فکر میکنین که مثلا من تازه رفتم خریدم باعث خجالت. من از پارسالم هیچی ندارم مگه میشه؟ لباسام نیست، جولری، یعنی همه رو هی تغییر میدم ولی بعدش میگم کاش منم مثل پوری جون قشنگ چیز نگهدار بودم. خب در عوض چیزهای دیگر رو در خودتون نگر میدارین، اون نالجتون، علمتون، اون افکار قشنگی که تو ذهنتون وجود داره، همکاری و همیاریتون با مردم، اون خودش بزرگتر سرمایه که خداوند به شما داره. قربونتون برم. یه دکتر کی هست حالا غیر از این دکتری که الان میخواییم بریم راجع به سکته ها صحبت کنن، حالا که صحبت شد از سکته اینم توضیح بدم بعد بریم اونو ببینیم. این دکتر کی خیلی توی ریسرچه و یه ریسرچی انجام شده، 13 سال روش کار کردن از زمانی که کامپیوترها اومد و بچه ها رفتن رو کامپیوتر و کارهای اداری کامپیوتری شد. این ریسرچ روی شاید هزاران که نه صد هزار نفرها انجام شده، 48 هزار نفر فکر کنم رقم خیلی بالا انجام شده، افرادی که میشینن و با کامپیوتر کار میکنن 16% بیماری های سکته شون بالاتره متاسفانه و 33% هم مرگ و میرشون بالاتره. برای همین توصیه‌ای که شده کسایی که با کامپیوتر کار میکنن یا از این میزایی بگیرن که ایستاده است، که بعضی وقتا ایستاده کار کنن، بعضی وقتا بشینن، رو پاهاشون مرتب ورزش کنن و علاوه بر ورزش روزانه نیم ساعت ورزش بیشتری روی تردمیل داشته باشن، یا پیاده روی کنن، یا پیاده روی کنن، یعنی به ورزششون خیلی خیلی اینا که رو کامپیوتر کار میکنن اهمیت بدن. هرچی کار میکنین 15 دقیقه اینا رو اگه میشنوین به بچهاتون که روی کامپیوترن، این دکتر کی رو اگر بیارین روی اینستاگرام هم هست، همه اینها رو با پژوهش و ریسرچ هایی که شده داره توضیح میده. این حرکت رو هم که جلوگیری از سکته میکنه ببینیم و کمک کنیم واقعا به خودمون. یه حرکت که جلوگیری میکنه از سکته ها و آمبولی ها، یعنی دیگه لخته خونی نمیتونه از پاهاتون به بالا بیاد، همینطور برای دیابتی ها و فشار خونی ها بسیار عالیه و تمرکز رو هم به عالی ترین شکل ممکن بالا میبره. حتما برای پدر مادرتون ارسال کنید و ویدیو رو ببینید و خودتون روزانه چندین مرتبه چه توی خونه چه توی محیط کار انجام بدید. این حرکتی که نشون دادن بسیار حرکت خوبیه. بله بله. برای ساق پا، برای افرادی که ناراحتی پا دارن، ورم دارن، درد دارن، خیلی میتونه کمکشون خیلی هم بخونه. ساده و آسونه. کاش که همه ورزش ها اینطوری بود. چقدر زود رسیدیم به پایان برنامه. ممنونیم که با ما بودید. ممنونم پوری جان، خواهش میکنم. مرسی از شما. دیگه باید خدافظی بکنیم. انشالله که هفته بسیار خوبی رو در کنار عزیزانتون داشته باشیم. مواظب خودتون باشین. روزتون بخیر. خدا نگهدار.